مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا میگوید مؤسسه کنفوسیوس به جای عمل به عنوان یک نهاد فرهنگی در حکم بازوی تبلیغاتی حزب کمونیست چین عمل میکند. هوشمند امیر فخرایی گزارش میدهد. آقای پومپو در توییتی ضمن بازنشر مصاحبه اخیر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نوشت مراکز کنفوسیوس بازوی تبلیغاتی حزب کمونیست چین است و به صورت قطبهای انتشار اطلاعات نادرست و نفوذ شریرانه در دانشگاه های آمریکا عمل می کنند. فریب نخورید. آنها مراکز فرهنگی نیستند. مورگان اورتگاس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پیشتر در مصاحبه با شبکه خبری فاکس گفته بود پرزیدنت ترامپ مقدمات اجرای سیاست مقابله به مثل در برابر چین را به مورد اجرا گذاشته است. او همچنین گفت های چینی دسترسی آزادانه به ایالات متحده دارند در حالی که دیپلمات‌های های آمریکایی مستقر در چین برای گفتگو با مقام های آن کشور باید در پی کسب مجوز باشند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تاکید کرد دیپلمات‌های های ارشد چینی مستقر در آمریکا نیز مشمول همین محدودیت ها خواهند شد خانم اورتگاس پیشتر در مصاحبه دیگری با شبکه خبری فاکس گفته بود ایالات متحده تحت رهبری پرزیدنت ترامپ روی کردی کاملا متفاوت در برابر چین اتخاذ کرده و روزهایی که چینی ها پولهای ما را به جیب می زدند و دارایی های معنوی و حتی اسرار علمی دانشگاه های ما را سرقت می کردند به سر آمده است. هوشمند می صدای آمریکا.